حکومت آخوندی در هراس از پیامدهای تحریم‌های نفتی و مالی آبان ماه در تلویزیون رژیم اذعان کرد ابعاد تحریم‌ها آنقدر گسترده است که باید به این سوال جواب داد که چه کسی از این تحریم‌ها مسئول خواهد ماند. D'après mon expérience, la banque Meli, plus la banque Tejarat, plus la banque Saderat, en gros, on négociait par année pour 2 milliards, 2 milliards et demi d'exportations françaises et européennes vers l'Iran. Maintenant, il y a quelques millions et c'est tout. Il n'y a plus, presque plus. هسته‌ای بهانه است. مسئله هسته‌ای هم نباشد یه بهانه دیگه ای میاره. موارد تحریم جدید رو تصویب میکنن، مثل همین قانون مادر تحریم ها که اخیرا تصویب کردن. هم برای اینکه متهم نشن به نقض برجام میان با روش های دیگری به اون اهدافی که در حوزه برجام میخوان میرسن. الان سوال این هستش که تو این قوانین جدید بعد از برجامی سوال این هستش که چه کسی تحریم نمیشه، یعنی اینقدر متن گسترده نوشته شده که سوال این هستش که چه کسی در نهایت مسئول هستش در کشور از این قوانین تحریمی. با توجه به تحریم های جدید امریکایی و این تحریم جدیدی که آقای ترامپ تعریف کرده و ابلاغ کرده اگه اجرایی بخواد بشه، در واقع به صورت سیاه‌چاله‌ای بخش‌های مختلف رو دنبال خودش میکشه و ما دوچار یک تحریمی میشیم مثل شرایط قبل از برجام خواهد بود.